با نام و یاد خدا و سلام به شما بینندگان عزیز، در بخش دوم برنامه آخر خط تا نیم ساعت آخر به بحث پایان بررسی شکایت های دسته الف توسط کمیسیون شکایات انتخاباتی خواهیم پرداخت. با اینکه این موضوع با تأخیر اتفاق افتاده، اظهار نظراتی که امروز اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی داشتند این بود که آن چیزی که شفافیت هست و بررسی دقیق موضوعات هست را قربانی زمان از پیش تعیین شدن نخواهند کرد. اگرچه پایبندی کمیسیون های انتخاباتی با تقویم انتخاباتی و زمانی که قانون انتخابات در نظر گرفته بحث مهمی است که نباید اعضای کمیسیون چنانچه در ابتدا سوگند خورده بودند به اینها وفادار باشند، نباید به درازا میکشید یا غیر از او عمل میشد. جناب آقای محمد ناطقی آگاه امور سیاسی در برنامه امشب با ما خواهند بود و در رابطه با این موضوع با ایشان بحث خواهیم کرد. آقای ناطقی خوش آمد میگم به شما با بحث امشب ما. در واقع امروز کمیسیون گفت که بررسی‌هایشان از شکایت‌ها به پایان رسیده و این موضوع به کمیسیون انتخابات فردا ارائه خواهد شد و آنها هستند که تصمیم خواهند گرفت. خب تأخیر در این موضوع مانند تأخیر در مواردی که قبلا هم تقویم انتخابات پیش بینی کرده بود و حکم میکرد دیده شد. شما چی فکر میکنین این تأخیر و این فعالیت‌ها چطور بوده؟ سلام خدمت بینندگان عزیز. اصولا باید ما مبانی و دیدگاه هایی که عموما کمیسیون های اعلام میکنه اینا را باید ما در نظر داشته باشیم. مبنای تاخیر را کمیسیون سمع شکایت دو تا عنصر اساسی زمان و عدالت را مطرح کردن. گفتن که زمان همون چیزی است که جدول است، که جدول زمانی داریم که ما در قوانین کمیسیون ها داریم، قوانین انتخابات داریم و بر اساس جدول زمانی کمیسیون ها موظف است که کارهایشان را در همون زمان معین و زمان مقرر باید انجام بده و تأخیر در این مسائل نداشته باشه. اون تأخیری را که شما اشاره کردین برمیگرده به کمیسیون مستقل انتخابات. کمیسیون مستقل انتخابات قرار بود که نتایج مقدماتی 100% را در چهارم ثور باید اعلام بکنم، با دو روز تاخیر رو اعلام کردن، در ششم ثور ظاهرا اعلام شد و این مسئله در همون زمان هم نسبت به این کمیسیون اشکالات صورت گرفتن که شما چرا این رو با تاخیر انجام دادید. کمیسیون هم دلایل تکنیکی رو در واقع برای تاخیر بیان کردن، مبنای تاخیر رو تکنیک طرح کردن. در حال حاضر کمیسیون سمع شکایت مبنای تأخیر را که ما نتونستیم این مسائل را به موقع و زمانش برسانیم تکمیل بکنیم، اینا عدالت و زمان را مطرح میکنن. میگه زمان در ارائه برنامه ها و تکمیل کارها بسیار بسیار مهمه، ولی عنصر دیگر عنصر عدالت است، شفافیت هست و استدلالش اینه که ما شفافیت و عدالت را باید مقدم بداریم بر مسائل زمان با یک درست تأخیر. خب آقای ناطقی از ایناست، ببینین اگر همین موضوع زمان را هم در نظر بگیریم، در کشورهایی که دموکراتیک هستند و در اونها انتخابات برگزار میشه، دقیقا زمانی که در افغانستان به خاطر بررسی نتایج و رسیدگی به شکایت ها صورت میگیره زمان بسیار زیادی است در مقابل آن چیزی که کشورهای دموکراتیک دیگه و انتخابات دیگر درش رخ میده. شما فکر میکنید این دلیل میتونه موجه باشه؟ زمان خب بسیار زیاد است، من تا مقایسه افغانستان با کشورهای دموکراتیک دیگر که تجربه های بسیار بسیار طولانی از انتخابات داره، یک نوع مقایسه قابل مقایسه نیست. ما داریم در حقیقت بعد از عبور از یک بحران در مراحل ابتدایی از دموکراسی هستیم و تمرینات دموکراسی را میکنیم که عمدترین بخش از تمرینات دموکراسی همین مسئله انتخابات هست و مدیریت انتخابات هست. بنابراین کمیسیون نمیتونه بالاخره گفتن که ما نتونستیم به موقع کارایمون را انجام بدیم. ما دلایل سیاسی رو در اینجا طرح نمیکنیم. بعضی دوستان احتمال میده، بعضی تحلیلگرا مسئله رو مطرح میکنه که در پشت همه این تاخیرها و تعللها و اینها وقفه ها اینا دلایل سیاسی هستن، ولی ما به دلایل سیاسی کار نداریم. ما همون روایت ظاهر رو در نظر میگیریم. روایت ظاهر و
مسائلی که اینا مطرح میکنه سه تا عنصر اساسی رو برای همین تاخیر کمیسیون سمع شکایت مطرح کردن. یکی از عواملی که بی‌نهایت مهم است و ما همین مسئله رو قبول داریم، اون پیچیدگی نوعی به اصطلاح شکایت های هستند که در اینجا صورت گرفته. شکایت در حقیقت در چند بخش تقسیم میشه، اسناد و مدارک هم بی‌نهایت گسترده و پیچیده هستند و کمیسیون میگه ما توانایی و ظرفیت این همه شکایت هایی را که تیم ها بیرون کشیده از سایت خود کمیسیون، انواع و اقسام شکایت در اینجا وجود داره. شکایات تیم ها علیه همدیگر هست، یک بخش از شکایاتی است. شکایت از کارکرد کمیسیون مستقل انتخابات بی‌نهایت هست، یعنی انواع و اقسام شکایت در کارکرد اونها وجود داره که تیم ها بالاخره بر اساس اسنادی که از سایت خود کمیسیون گذاشته شده، همون اوراق نتیجه یا رزلشل هایی که در اونجا گذاشته شده، اینا رو بیرون کردن، استخراج کردن، بالای 21,000 ورقه و برگه نتیجه رو اینا از اونجا کشیدن و اینا رو مقایسه کردن تیم ها و یک بخش بزرگ، حداقل تا جایی که من دیدم چیزی در حدود بالای 10 فقره یا مورد شکایت های بسیار عمده از کمیسیون مستقل انتخابات هست. بی‌نظمی های بسیار زیاد داشتن. اینا میخواید دلایل این بی‌نظمی رو و دلایل این اشکالات و این تناقضات رو بفهمه، این چی شده، چرا اینطوریه، چرا مثلا اوراق نتیجه دست خورده، چرا مثلا تفاوت های زیادی بین اوراقی که برگه هایی که در کمیسیون در سایت کمیسیون هست با برگه های ناظرین چرا تفاوت وجود داره، چرا جدول عددی با اوراق نتیجه با هم دیگر متفاوته، چرا جدول ها فرم های در کمیسیون گذاشته شده فرم های نتیجه منظورم هست که اینا نه مهر داره نه امضا داره، و چرا مثلا انواع و اقسام مختلف از برگه های نتیجه در اونجا گذاشته شده در حالی که اینا یک رنگ و یک شکل و متحد المال بودن. شما در اونجا شاهد برگه های نتیجه هستین که رنگش رمزون زرد است یا رنگش قرمز است و یا رنگش مثلا آبی است که اون رنگ آبی در حقیقت همون برگه تصویب شده و متحد المال بودن. شکایت ها بسیار بسیار گسترده است نسبت به کمیسیون مستقل انتخابات و بی‌نظمی های بسیار زیادی در اونجا دیده شده و اینا بررسی میخواید. اینا خب زمان میخواید. ببینید بررسی میخواید. دقیقاً بررسی اینها با توجه به زمانی که باید در نظر گرفته بشه. حجم وسیع شکایت ها برمیگرده به آن چیزی که عملکرد کمیسیون بوده. کمیسیون اگر عمل کردش به گونه مدیریت شده می بود، شاید حجم شکایت ها تا این اندازه نمی بود. و حالا برای بررسی اینها شما فکر میکنین که دلیلی که کمیسیون میره به خاطر زمان، آیا ناتوانی مسئولین کمیسیون نمیتونه یک از دلایل باشه؟ کمیسیون سم بحث سر کمیسیون سم شکایت ها، چون فعلا همه شکایت ها در دفاتری از اونها روی میز از اونها گذاشته شده، اونها همین سه دلیل رو در اینجا طرح کرده. یکی گستردگی شکایات و به اصطلاح پیچیدگی شکایات، میگه ما با شکایات های برخوردیم که به نهایت پیچیده هستن و خیلی گسترده است که البته راست هم هست. بنابراین اینها رو ما باید بررسی بکنیم و بعدم بررسی این شکایات های گسترده ارتباط پیدا میکنه به شفافیت انتخابات و مسئله عدالت. اینا این مسائل رو اینا الان محکم گرفتن، میگن ما بر مبنای به اصطلاح بر مبنای عدالت و شفافیت و ترجیحات اصل عدالت بر زمان، ما الان این کارا رو باید انجام بدیم. و بازم میگه که آیا ما فردا میتونیم کارو تکمیل بکنیم یا نکنیم. اینا در مجموع اینا سه تا دلیل عمده را برای تاخیر اینا کمیسیون سمع شکایات، اوراق و شکایت هایی که روی دستشان هست روی میزشان هستن، همین سه دلیل رو آوردن: پیچیدگی و گستردگی شکایات از کمیسیون مستقل انتخابات و بخش دیگری از شکایت برمیگرده به تیم ها هم دیگر بسیار شکایت دارن مثلا، و بخش از شکایت هم برمیگرده به خود مامورین حکومتی اینا برمیگرده. در مجموع شکایت های بسیار زیاده، ولی عمده ترین شکایت که استخراج شده و استنباط شده و بیرون کشیده شده شکایت هایی هست که کمیسیون مستقل انتخابات داره، یعنی شکایت ها علیه کمیسیون مستقل انتخابات است. در کنار از این مسائل شما شاید از این مسئله هستن که این دو کمیسیون هم با همدیگر دیدگاه های متفاوت دارن، بررسی هایشان، قرائت هایشان و روایت هایشان از بررسی خیلی خیلی متفاوت است. ما شاهد انتقادات خیلی جدی کمیسیون سمع شکایات نسبت به کمیسیون مستقل انتخابات هستیم، کارکرد های اینها را اینا قبول نداره، اونها هم شاید شکایت های از کمیسیون شکایت، همه شکایت علیه شکایت
او از او شکایت داره، او از او شکایت داره. لذا یک مقدار این واقعیت داره که یک مقدار کارها رو بسیار گسترده و پیچیده و دشوار ساختن و شاید همین مثلا برای تا حد زیاد موجه باشه، برای اینکه اینها به خاطر این کارا به درستی اینا رو بررسی بکنن شاید این زمان برایش کافی نبوده. برای این اساس گفتن که ما این رو بالاخره به یک دو روز به تاخیر میندازیم و کارم. و نکته دیگری که در اینجا مطرحه، وقتی که مجموعه این شکایت ها بررسی میشه در کمیسیون سمی شکایت، بعد از اینجا منتقل میشه به کمیسیون مستقل انتخابات، اونا هم باید یک مقدار بررسی بکنه که چی کارایی و چی انتقاداتی در ارتباط با اونا خود مسائل از خود دفاع باید بکنه، مسائل حیثیتی در ازا یک عالم گپ دیگه هم داره. اونا هم فکر میکنم نتونه در موقع و زمانش. البته عرض کردم که دلایل تاخیر ما دلایل چی میگیریم؟ دلایل فنی و به اصطلاح تکنیکی و اینا، روی از این با این دیدگاه با مسائل برخورد میکنیم. دلایل سیاسی رو ما فعلا روش بحث نمیکنیم، این رو به این خاطر بحث نمیکنیم که کمیسیون مستقل انتخابات بر اساس سوگندی که یاد کرده و بر اساس تعهداتی که به قانون اساسی داره اینا، اونا میگه ما مستقل و بی‌طرف هستیم. پس بنابراین با این دیدگاه ما وارد کارهای زیرا میشیم. اینا کمیسیون مستقل انتخابات وقتی که مجموعه این بررسی ها و ارزیابی ها و اینا رو بگیره، بعدم اونا هم باید اینا رو یک مقدار بررسی بکنه. من فکر میکنم اونا هم شاید در 24 ثور نتونن نتایج قطعی و نتایج نهایی رو نتونن اعلام بکنه. این هم یک مشکل است. دقیقاً در کنار این پیچیدگی هایی که مطرح میشه و ما در روزهای گذشته وقتی که شکایت ها به گونه علنی بررسی میشد شاهدش بودیم که هنوز هم نارضایت هایی وجود داشت و در برخی از موارد وقتی که اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی به بررسی شکایت ها می رسیدن، فاکتورها وقتی آدرس داده می شد می دیدن که شکایت اشتباه هست یا اون چیزی که عنوان می شه یک چیز جدای از شکایت اصلی هست که مطرح می شه. و قسمتی از شکایت ها هم گفتند که کتمان شده در اونجا و یا مفقود شده، اصلا وجود نداشته. اینها آیا واقعا میتونه دلیل تکنیکی باشه و بحثی که از مداخله و جانبداری بعضی از اعضای کمیسیون مطرح میشه نمیتونه در این دخیل باشه و به این ضربه بزنه؟ خب ببینید، ما عرض کردم که در ارتباط با این تعلل ها و تاخیر ها و اینا ما میتونیم دو تا عامل رو یا دو تا فاعل رو در نظر بگیریم. یکی عامل و فاعل سیاسی است که ما عرض کردم که مثلا البته این مثلا نمیشه یه در حاشیه گذاشت، منتها بحثش الان نیست. ما برمیگردیم به عامل تکنیکی و به اصطلاح به پیچیدگی ها و دشواری هایی که دارد. درست است، یکی از اشکالات همه شکایت هایی که علیه کمیسیون سمی شکایت شده، مثلا کمیسیون سمی شکایت علیه همه کمیسیون هم بسیار شکایت زیاد وارد شده. مگه شما به چی دلایل ابطال کردید مثلا 525 مرکز و محلات و 444 تا مرکز و محل اونا کجا شد؟ اونا رو چرا در حاشیه گذاشتین؟ سرنوشت اونا چی شد؟ و بعدش هم میگه شما در دفاتر ولایتی شما، دفاتر صاحبی شما در ساحات و در ولایات آرای مردم رو باطل کرده. به چه حقی اینا رو باطل کرده؟ با اینکه اونا از وظایف کمیسیون مرکز است. بعد این اشکالات با اونا وارد شده، در هرات مثلا ابطال کردن 100 هزار رای را، این اشکالات با اونا وارد شدن و بعد اونا طرز العمل آخر بیرون کشیدن، طرز العمل های از اونا بازم با اشکال مواجه شدن. طرز العملی که نوشته کرده برای خودشان در 29 حمل نوشته کرده بعد از انتخابات، در حالی که 90 روز قبل بر اساس قانون 90 روز قبل اینا باید طرز العمل آخر نوشته میکرد، آماده میکرد. یک عالم اشکال سر خودی کمیسیون سم شکایات هم هست. اشکالات دیگری که میگه خب این درست، مثلا جامعه مدنی اشکال بیشتر مطرح کردن، دیگران مطرح کردن، میگه این درست، شما آمدین در اینجا نشست های علنی داشتین، رسانه ها رو خبر کردین، نماینده های احزاب و تیم ها رو خبر کردین و بحث های رسانه جمعی داشتین، به اصطلاح جلسات اجتماعی شما و نشست های شما علنی بود، ده شکی وجود نداره، خوبه مثلا.
ولی شما دو کاری دیگری کردین که اونا قابل توجه نیست. یکی از اونها بس غیر علنی بودن اون چیزی که فیصله ها میتونه صورت بگیره. یکی همین هستن میگه شما این بحث ها رو اینجا کردین، خوبی بحث گفتشونود بود، گفتشونود هایی بودن که اطراف با همدیگر داشتن، همین طرح اشکالات و اینا، ولی فیصله های شما رو کس خبر نداره. شما اینا رو شنیدین، دو سه ساعت وقت گذاشتین این مسائل و بحث ها رو شنیدین، اعتراضات انتقادات اشکالات رو شنیدین، بعد رفتین پشت درهای بسته اونجا رفتین فیصله کردین. این یک اشکال هم میگه ما این قبول نداریم، خصوصا جامعه مدنی خیلی اعتراض داره، میگه این فیصله ای پشت درهای بسته این معنیش چیه؟ ما خبر نداریم. الان هم اشکال وارد سر کمیسیون، میگه شما این بررسی ها را پشت درهای بسته انجام میدید، ما هیچ خبر نداریم. اینا خب مسائل محرم نیست، اینا آرای مردم است، اینا مسائل هستن که باید مردم بدونه که چی گپ است. اشکال دومی که بازم خیلی خیلی جدی هستن به کمیسیون سم شکایت وارد شده، اویی هستن که میگه شما نتیجه کارایتان را که اعلام کردید، مثلا فرض کنید 525 محل را شما وقتی که ابطال کردید، خب این مستنداتش چیه؟ شما آمدین گفتین که اولا که شما اینجا دو تا اشتباه را کردین، دو تا اشکال سر شما باریده. اولا این که مگه عین همون کار را که کمیسیون مستقل انتخابات کرده بود 525 محل را، 525 محل را اونا به اعتبار اعلام کردن، یعنی باطل. بعد او آمد اینجا، شما آمدید بررسی کردید، عین همون کار از اونا را آمدین چیه؟ فیصله کردید. یعنی بین شما و بین اونا هیچ فرقی نیست، هیچ تفاوتی در اینجا پیش نیامدن، یعنی اینکه کار از اونا را شما آمدین تایید کردید. خب اینجا بحث عدالتی که کمیسیون مطرح میکنه اینجا زیر سوال نمیره. مثلا گفتم اشکالاتی که بین است، اون منطق عدالت زمان رو اونا خودشون مطرح کردن و هر کس برای کارهای خود باید یک مبنا داشته باشه. ولی هر سر دیه که شما آمدین عین کار از اونا را تایید کردین. ما یک وقت یک جا بحث کردیم، گفتیم مثل از این مانه که شما یک کمیسیون هستین منتها با دو نام، در حالی که شما یک کمیسیون نیستین. خب وقتی که اینا عین همی کارم انجام میدن در مورد 525 مرکز رایدهی یا محل رایدهی، خب چه دلیلی وجود داره که اینا بگن ما زمان کم داریم و نیاز به زمان بیشتری داریم؟ مثلا همینه، اینا میان تقلید میکنن در انجام دادن یک فعالیت و فقط آن چیزی که کمیسیون دیگر انجام داده اونا میان عین کار انجام میدن. عین همون کار اینا انجام دادن، تایید کردن و اشکال بر اونا وارد شدن که شما در واقع دو کمیسیون نیستین، در حالی که دو کمیسیون با وظایف، با لوایح، با قوانین مشخص و مجزا از همدیگر، یعنی کمیسیون سم شکایت تابع قوانینی هستن که این قوانینش متفاوته با قوانینی که کمیسیون مستقل انتخابات داره. هر کدام از خود لوایح داره، طرز العمل های جداگانه ای داره، اصلا شیوه کارشون خیلی فرق میکنه. اونا بیشتر گرفتار کارهای عملیاتی و به اصطلاح تکنیکی انتخابات هستن و اجرایی و عملیاتی کردن انتخابات و اینها کارشان فقط بررسی است، رسیدگی به شکایات است. خب بی بسیار متفاوته. میگه شما یک نوع کار در حقیقت. اشکال عمده دیگه ای که وارد شده بر اینها و ای است که فیصله شما چیست؟ هر فیصله وقتی اعلام میشه، یک حکم را وقتی قاضی اعلام میکنه یا یک حکم را وقتی یک محکمه اعلام میکنه، طبیعتا مستندات چرا میره، دلایل چرا میره؟ میگه ما شما را محکوم کردیم با این دلایل، یک دو سه یک دلایل میشه. اینها آمدن حکم را اعلام کردن، ابطال کردن، مثلا 525 محل را ابطال کردن، اون 444 محل دیگر معلوم نیست چی دربارش تصمیم میگیره، یا فیصله هایی که بعدن اینا انجام میده در امی روزا انجام میده و البته فیصله های خیلی اعلام نمیکنه، چون اعلام از وظایف کمیسیون مستقل انتخابات هست، اینا منتقل میکنه، ولی در مجموع اینا فیصله میکنه. وقتی که اینا فیصله میکنه و احکام را صادر میکنه، ولی اعلام حق اعلام را نداره، اینا از خود باید مدرک داشته باشه، مستندات ازی باید مشخص بشه. یکی از اشکالات هم میگه که میگه شما بالاخره دو کار، دو اشتباه عمده را کردین. یکی میرین در پشت درهای بسته، خوب بود جلسه علنی که خوب بود، بعد میرین در پشت درهای بسته اونجا فیصله میکنید. یک، این ما قبول نداره. نکته دومی که مطرح میکنه، همین فیصله هایی که میگه در پشت درهای بسته انجام دادید، ای از خودش مدارک نداره، اسناد نداره، مستند نداره، باید اینا مستند شه. خب البته در مورد همین 525 مرکز هم نامزدها اعتراض داشتند که باید به اونها اطلاع داده میشد وقتی آرایشان باطل اعلام شده. خب چنین چیزی باز هم صورت نگرفته. وقت ما بسیار کوتاه است. البته این کمیسیون ها با هم دیگه اتهامات زیادی را وارد میکنند که بحث وارد کردن اتهام هم بازم نیازمند مستندات هست، که شما دقیقاً تأکید میکنین به او. اما به صورت کوتاه
با عرض معذرت، اگر قرار باشه که اینها به فعالیت‌های خودشان کمکی زمان بیشتر بدن و با توجه به فیصله قانونی اونها عمل نکنن و در 24 ثور احیانا اونها نتیجه را اعلام نکنن، مردم منتظر هستند. انتظار مردم و باور و انگیزه مردم نسبت به روند انتخابات چقدر میتونه آسیب ببینه؟ مردم خب واقعا علاقمنده، مردم علاقمنده که باید نتیجه انتخابات هر چه زودتر اعلام شنه، این هر چه زودتر یعنی حداقل در همون چارچوب زمانی خود باید اعلام شه، اون جدول زمانی که در قانون تعریف شده اینا باید رعایت شه. این خواست مردم، خواست همه است، همه مسائل اینا خواست ما هستن. اما این که تاخیر مفته، عرض کردم که تاخیر که مفته این مسئله که الان در گذشتم تاخیر رو ما تجربه کردیم، 4 تبدیل کردن به 6 ثور که او از کارهای کمیسیون مستقل انتخابات بود. فعلا هم شکایات هم میگه که ما امکان داره کارهای خره نرسیم چون اشکالات بسیار زیاد هست، بسیار شکایت ها بسیار گسترده است، شکایت ها بسیار پیچیده هستن. ما باید این مسائل رو به صورت شفاف و منصفانه بررسی بکنیم. بنابراین امکان داره ما در این چارچوب زمانی نتونیم کارهای خیر انجام بدیم. خب مردم خواستش همین است که باید در اون زمان و موقعش و در میعادش باید این نتایج اعلام شنه و اینا اعلام نمیتونه در این مسئله. و مطمئن باشین وقتی اینا به تاخیر میندازه، اونا هم به تاخیر، اونا هم در 24 ثور به احتمال بسیار زیادی نتونه بالاخره رتق و فتق امور بکنه و جنبندی بکنه و نتایج اعلام بکنه. این تاخیر مفته، این تاخیر هم عرض کردم که برخلاف خواست مردم نامزدان است و قانون هم در این مسئله چی میکنه، ولی اونا دلایل دیگری دارن که میگه ما مشکلات تکنیکی داریم یا مسئله عدالت هست، انصاف هست، شفافیت هست. امروز هم کمیسیون سهم شکایت موضعش همی بود که ما بالاخره باید بسیار کوشش بکنیم که عدالت را قربانی زمان نکنیم. اینجا مسائل چیه؟ میگه اگر ما در این چارچوب زمانی را اعلام بکنیم، امکان داره که ما عدالت را در اینجا زیر پا کردیم، حق مردم را ضایع کردیم، حق نامزده را ضایع کردیم. اینی مسائل هست در مجموع. خب شما میبینید یکی از گرفتاری های مردم افغانستان هم این مسائل هست. گرفت در کنار این همه رویدادها و حوادث و مصیبت های گوناگون، اینی مشکل هم ما داریم. سپاس از شما الان داره. جناب آقای محمد ناطقی، آگاه امور سیاسی، که در برنامه تشریف آوردین. بینندگان عزیز از شما هم سپاسگزار هستیم که تا این لحظه بیننده برنامه آخر خط بودین.